بدنه شیشه‌ای، فریم فلزی، ضد آب و ضد گرد و غبار. سنسور 20 مگاپیکسلی به همراه سخت افزار قدرتمند. درباره اکسپریا Z3 صحبت می‌کنیم. با من مهدی یوسف نژاد از زومیت همراه باشید تا به بررسی Z3 بپردازیم و ببینیم سونی چه تغییراتی رو تو پرچم‌دار نیمه دوم خودش اعمال کرده. سونی 6 ماه بعد از تولید اکسپریا Z2 جایگزین اون رو با کمی تغییر راهی بازار کرد. این تغییرات هرچند کوچک هستند اما تأثیر خیلی زیادی تو Z3 داشتند. تو Z3 لبه های فلزی دستگاه منحنی شدن و بدنه ای تلفن باریکتر و سبکتر شده تا این گوشی به مراتب خوش‌دست‌تر از قبل بشه و استفاده ازش هم راحت‌تر بشه. سونی تو Z3 جای LED نوتیفیکیشن رو تغییر داده و سیم کارت میکرو رو به دوتا اسلات نانو تبدیل کرده. حالا میتونید هر دوتا خط تلفنتون رو توی یه پرچم‌دار جا بدید. خوشبختانه دکمه فیزیکی شاتر تو Z3 هم حفظ شده تا استفاده از دوربین حتی زیر آب هم میسر بشه. تو Z3 هنوز پشت و جلوی تلفن با شیشه ضد خش پوشیده شدن و گوشی همچنان ضد آب و ضد گرد و غباره. البته این بار سونی پرچمدار خودش رو در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم تر کرده و موفق شده تا گواهی IP68 رو برای Z3 بگیره. پورت های میکرو SD، سیم کارت و میکرو USB با درپوش های مخصوص پوشیده شدن تا گرد و غبار و مایعات به داخل تلفن نفوذ نکنن. بدنه شیشه‌ای و فلزی Z3 مثل نسل قبل حس یک کالای مقاوم و با کیفیت رو بهتون منتقل میکنه. و حالا به لطف لبه های منحنی تر و بدنه سبکتر تو دست گرفتن Z3 خیلی لذت بخشتر شده. سونی علاوه بر رنگ های سفید و مشکی، تلفن دو سیم کارت اکسپریا Z3 رو توی یه رنگ بسیار زیبایی مسی هم عرضه کرده که بدجوری آدم رو وسوسه میکنه. سونی از یه صفحه نمایش 52 اینچی با رزولوشن 1080p تو Z3 استفاده کرده. این نمایشگر یکی از بهترین IPS LCD های بازاره که تکنولوژی های اختصاصی سونی مثل ترایلومینس و لایف کالر LED بهش اضافه شدن تا رنگ ها رو به صورت دقیق و طبیعی، مشکی رو عمیق و سفید رو روشن و صحیح نمایش بده. سونی شدت روشنایی صفحه نمایش Z3 رو نسبت به نسل قبل 30% بهتر کرده تا حتی تو نور شدید خورشید هم تصویر واضحی رو نمایش بده. حالا دیگه نمیشه هیچ ایرادی رو به این صفحه نمایش وارد کرد و از همه نظر کیفیت خیلی خوبی رو ارائه میکنه. تراکم پیکسل ها هم تو این صفحه نمایش اونقدر زیاد هست که به راحتی بشه ازش برای مطالعه متون و وبگردی استفاده کرد. اون چیزی که تو صفحه نمایش Z3 خیلی نظر من رو به خودش جلب کرد، مشکی عمیق و کنتراست بسیار بالاش بود که تماشای فیلم و بازی کردن تو این گوشی رو واقعا لذت بخش میکنه. سونی تو Z3 نه تنها دریچه مربوط به اسپیکرها رو تغییر داده، بلکه قدرت خروجی صدا را هم بیشتر کرده. صدای خروجی تو Z3 چه از نظر حجم صدا و چه از نظر کیفیت خیلی بهتر از قبل شده. از نظر بلندی صدا حالا Z3 تو حد و اندازه M8 قرار میگیره و فقط کمی بیس صداش پایین تره. تلفن های سونی به داشتن باتری قوی معروفند. Z3 به لطف باتری 3100 میلی آمپر ساعتیش طول عمر باتری خیلی خوبی داره. این تلفن تو آزمایش پخش ویدیو نزدیک به 12 ساعت و تو وبگردی حدود 11 ساعت دوام آورد. با هر بار شارژ میشه تقریبا 2 روز کاری رو با Z3 سر کرد. اگه مثل من طول عمر باتری تلفن یکی از دغدغه هاتونه، اکسپریا Z3 میتونه یه گزینه خوب براتون باشه. رابط کاربری سونی تو Z3 تغییر چندانی نکرده و همون طراحی مینیمال و سبک تو این تلفن هم دیده میشه. این رابطه کاربری خیلی شبیه به اندروید خامه و دسترسی به بخش‌های مختلف اون به سرعت و بدون تأخیر انجام میشه. رابطه کاربری سونی طرفدارا و مخالفای خاص خودش رو داره، اما من به شخصه از سرعت و سادگیش خوشم میاد. نرم افزارهای کاربردی و اختصاصی سونی مثل واکمن، ترک آیدی، استور واتس نیو و چند اپلیکیشن دیگه تو Z3 هم وجود دارن. علاوه بر اینها، سونی تو پرچمدار جدیدش چند تا قابلیت خیلی خوب دیگر رو هم اضافه کرده. مثلا تو Z3 شما میتونید منشی تلفنی داخل گوشی رو فعال کنید یا از حالت فوق‌العاده کم مصرف آلترا استامینا مود برای افزایش طول عمر باتری استفاده کنید.
نرم افزار لایفلاک که کل زندگی شما از جمله استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، میزان خواب و بیداری و خیلی چیزهای دیگر رو ضبط می‌کنه، حالا به صورت پیش‌فرض روی زتری نصب شده. اما شاید مهمترین قابلیت نرم افزاری اضافه شده به محصولات سری زتری سونی، امکان استریم بازی‌ها از پلی‌استیشن 4 به این محصولات باشه که احتمالاً علاقه‌مندان به بازی رو جذب تلفن و تبلت‌های جدید سونی می‌کنه. تو زتری هم میتونید با دو بار لمس صفحه تلفن رو روشن کنید. اگر قابلیت اسمارت بکلیت کنترل رو فعال کنید، تلفن به صورت هوشمند متوجه میشه که در حال تماشای ویدیو یا عکس هستید و به حالت استندبای نمیره. بخش شورتکات ها تو نوار نوتیفیکیشن ها هم تغییر کرده تا دسترسی به تنظیمات پرکاربرد ساده تر بشه. قابلیت جالب دیگه امکان تهیه فیلم از تصویر در حال پخش تو تلفنه که احتمالاً خوره‌های بازی یا افرادی که دوست دارن ویدیوهای آموزشی بسازن حسابی ازش استقبال می‌کنن. سونی از همون سنسور 20.7 مگاپیکسلی با جی لنز تو زتری هم استفاده کرده. با این حال سونی کمی این سنسور رو بهبود داره تا بازدهش تو عکسبرداری تو نور کم بهتر بشه. شما تو زتری میتونید حساسیت ایزو رو تا 12800 افزایش بدید. این یعنی حتی تو محیط‌های تقریباً تاریک هم میشه با زتری عکس گرفت. اپلیکیشن دوربین سونی قابلیت‌های متنوعی مثل افکت‌های واقعیت افزوده، بک‌گراند دیفوکس، تایم شیفت و چندین امکان دیگر رو در اختیارتون قرار میده. علاوه بر اینها میتونید حالت‌های جدید عکسبرداری رو هم برای زتری دانلود کنید و به اپلیکیشن دوربین اضافه کنید. دوربین زتری مثل نسل‌های قبلی وقتی حالت عکسبرداری روی اتوماتیک تنظیم شده باشه، عکس‌های 8 مگاپیکسلی می‌گیره. به همین دلیل اگر بخواین از تمام توان دوربین بهره ببرید، باید حالت عکسبرداری مانوال رو انتخاب کنید. در این حالت میتونید عکس‌های 20 مگاپیکسلی بگیرید که جزئیات به مراتب بیشتری در مقایسه با عکس‌های 8 مگاپیکسلی دارند. با اکسپریا Z3 میشه ویدیوهای 4K گرفت، اما حجم فایل ویدیو در این حالت خیلی زیاده و من به شخصه رزولوشن 1080p رو ترجیح میدم. متاسفانه Z3 لرزشگیر اپتیکال نداره و لرزشگیر نرم افزاری هم خیلی خوب نمیتونه اثر منفی لرزش دست رو کاهش بده. به همین دلیل موقع فیلم برداری با زتری باید خیلی دقت کنید که دستتون کمتر بلرزه. در کل دوربین 20.7 مگاپیکسلی زتری عکس‌های خوبی میگیره و با توجه به بهینه‌سازی انجام شده قدرت عکس برداریش تو نور کم هم خیلی بهتر شده. زتری برخلاف تلفن‌های نیمه دوم امسال که اکثرشون به پردازنده اسنپ دراگون 805 مجهز شدن، مثل نسل قبل یه پردازنده اسنپ دراگون 801 با 3 گیگابایت حافظه رم داره. خوشبختانه رابط کاربری سونی نرم و سبکه و از طرفی اسنپ دراگون 801 هم به اندازه کافی سریع هست که تو هیچ برنامه و بازی با لگ و تأخیر روبرو نشی. حالا نوبت شماست تا دیدگاه های خودتون رو از طریق بخش نظرات با ما در میون بذارید. ما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا جدیدترین اخبار دنیای فناوری رو از دست ندید و از طرفی همیشه میتونید پیش از خرید کالا راهنمای خرید و بررسی اون رو در وبسایت ما به آدرس zoomit.ir مطالعه کنید.